سوره نور. به نام خداوند بخشنده مهربان. این سوره را فرستادیم و احکامش را فریضه بندگان کردیم و در آیات روشن نازل ساختیم، باشد که بندگان متذکر آن حقایق شوند. باید شما مؤمنان هر یک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان مشاهده کنند. مرد زناکار جز با زن زناکار و مشرک نکاح نمی کند و زن زانیه را هم جز با مرد زانی و مشرک به نکاح نخواهد گرفت و این کار بر مردان مؤمن حرام است و آنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند آنگاه چهار شاهد عادل بر دعوای خود نیاورند آنان را به 80 تازیان کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق و نادرستند، مگر آنهایی که بعد از آن فسق و بهتان به درگاه خدا توبه کردند و در مقام اصلاح عمل خود برآمدند. در این صورت از گناه آنها در می گذرد که خدا البته بسیار بر خلق آمرزنده و مهربان است و آنان که به زنان خود نسبت زنا دهند و جز خود بران شاهد و گواهی نداشتند باید از آن زن و مرد نخست مرد 4 مرتبه شهادت قسم به نام خدا یاد کند که البته او را در این دعوای زنا از راستگویان است. بار 5 قسم به نام خدا یاد کند که لعن خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. پس چون بعد از این 5 قسم شوهر بر زن حد لازم آید برای رفع عذاب حد آن زن، زن نیز نخست 4 مرتبه شهادت و قسم به نام خدا یاد کند که البته شوهرش دروغ می گوید. بار 5 قسم یاد کند که غضب خدا بر او اگر این مرد در این دعوا از راستگویان باشد و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما مؤمنان نبود وگرنه این بود که خدای مهربان البته توبه پذیر است.
همانا آن گروه منافقان که بهتان به شما مسلمین بستند، نپندارید ضرری به آبروی شما میرسد، بلکه خیر و ثواب نیز خواهید یافت و هر یک از آنها به عقاب اعمال خود خواهند رسید و آن کس از منافقان که رأس و منشأ این بهتان بزرگ گشت، هم او به عذابی بسیار سخت معذب خواهد شد. آیا سزاوار این نبود که شما مؤمنان زن و مردتان چون از منافقان چنین بهتان و دروغ‌ها شنیدید، حس حسن زنتان درباره یکدیگر بیشتر شده و گویید این سخن منافقان دروغی است آشکار؟ چرا منافقان بر دعوای خود 4 شاهد عادل اقامه نکردند؟ پس حالی که شاهد نیاوردند، البته نزد خدا مردمی دروغ زنند. و اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و عقبا شامل حال شما مؤمنان نبود، به مجرد خوض در این گونه سخنان به شما عذاب سخت می رسید، زیرا شما آن سخنان دروغ منافقان را از زبان یکدیگر تلقی کرده و حرفی بر زبان میگویید که علم به آن ندارید و این تهمت است و کار را سهل و کوچک میپندارید، در صورتی که نزد خدا گناهی بسیار بزرگ است. چرا به محض شنیدن این سخن نگفتید که هرگز ما را تکلم به این روا نیست؟ خدایا شما پاک و منزهی و این بهتان بزرگ و تهمت محض است. خدا به شما مؤمنان موعظه و اندرز می کند که زنهار دیگر گرد این سخن اگر اهل ایمانید هرگز نگردید و خدا آیات خود را برای شما بیان فرمود که او به حقایق امور و سرائر خلق دانا و به مصالح بندگان و نظام عالم کاملا آگاه است. آنان که دوست می‌دارند که در میان اهل ایمان کار منکری را اشاعه و شهرت دهند، آنها را در دنیا و آخرت عذاب دردناک خواهد بود و خدا فتنه‌گری و دروغشان را می‌داند و شما نمی‌دانید. و اگر فضل و رحمت خدا و رأفت و مهربانی او شامل حال شما نبود، ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید، زنهار پیروی شیطان مکنید
که هر کس قدم به قدم از پی شیطان رفت، او به کار زشت و منکرش وامی دارد و عاقبت هلاک می گردد. و اگر فضل و رحمت خدا شامل شما نبود، احدی از شما پاک و پاکیزه نشدی. ولیکن خدا هر کس را می خواهد منزه و پاک می گرداند، که خدا شنوای ندای خلق و دانا به احوال بندگان است. و نباید صاحبان ثروت و نعمت درباره خیشاوندان خود و در حق مسکینان، مهاجران، راه خدا از بخشش و انفاق کوتاهی کنند. باید مؤمنان همیشه بلند همت بوده و با خلق عفو و صف پیشه کنند و از بدیها در گذرند. آیا دوست نمی دارید که خدا هم در حق شما مغفرت و احسان فرماید؟ که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. کسانی که به زنان با ایمان عفیفه مبرا و بی خبر از کار بد تهمت بندند، محققا در دنیا و آخرت ملعون شدند و هم آنان به عذاب سخت معذب خواهند شد. بترسند از روزی که زبان و دست و پای ایشان بر اعمال آنها گواهی دهد، که در آن روز خدا حساب و کیفر آنها را تمام و کامل خواهد پرداخت. زنان بدکار و ناپاک شایسته مردانی بدین وصفن، و مردان زشت کار ناپاک نیز شایسته زنانی بدین صفتند. و بالعکس، زنان پاکیزه نیکو لایق مردانی چنین و مردان پاکیزه نیکو لایق زنانی همین گونند. و این پاکیزگان از سخنان بهتانی که ناپاکان درباره آنها گویند منزهند و از خدا برایشان آمرزش و رزق نیکوست. ای اهل ایمان، هرگز به هیچ خانه مگر خانه های خودتان تا با صاحبش انس و اجازه ندارید وارد نشوید. و چون رخصت یافته و داخل شوید، به اهل آن خانه نخست سلام کنید و آداب و تحیت به جای آرید، که این ورود با اجازه و تحیت برای حسن معاشرت و ادب انسانیت شما را بسی بهتر است تا باشد که متذکر شوید. و اگر به خانه کسی را نیافتید، باز وارد نشوید تا اجازه یافته. آنگاه درآیید، و چون به خانه در آمدید
و گفتند برگردید، به زودی بازگردید، که این بر تزکیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می کنید داناست. باکی بر شما نیست که به خانه غیر مسکونی که در آن متاعی دارید بی اجازه درآیید، و بدانید که خدا به همه کار آشکار و پنهان شما آگاه است. ای رسول ما، مردان مؤمن را بگو تا چشم ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی شما اصله است و البته خدا به هر چه کنید کاملا آگاه است. ای رسول، زنان مؤمن را بگو تا چشم ها بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه قهرن ظاهر می شود بر بیگانه آشکار نسازند، و باید سینه و بر و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازند، جز برای شوهران خود، پدران شوهر، پسران خود، پسران شوهر، برادران خود، پسران برادر و خواهران خود، و زنان خود، یعنی زنان مسلمه و کنیزان ملکی، خیش و اتباع خانواده که رغبت به زنان ندارند، از زن و مرد یا طفلی که هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نیستند، و از غیر این اشخاص مذکور احتجاب و احتراز کنند، آنطور پای به زمین نزنند که خلخال زیور پنهان پاهایشان معلوم شود. و ای اهل ایمان، همه به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار شوید. و البته باید مردان بی زن و زنان بی شوهر و کنیزان و بندگان خود را به نکاح یکدیگر درآورید، اگر مرد و زنی فقیرند، خدا به لطف خود آنان را بی نیاز و مستغنی خواهد فرمود، که خدا به احوال بندگان آگاه و رحمتش وسیع و نامتناهی است. و آنان که وسیله نکاح نیابند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بی نیاز گرداند، و از بردگانتان آنان که تقاضای مکاتبه کنند، یعنی خواهند که خود را از مولا به مبلغی مشروط یا مطلق خریداری کنند، تقاضای آنها را اگر خیر و صلاحی در ایشان مشاهده کنید بپذیرید، و
و برای کمک به آزاد شدن آنها از مال خدا که به شما عطا فرمود به آنها بدهید و کنیزکان خود که مایلند به عفت زنهار برای طمع زنهار برای طمع مال دنیا جبران به زنا وادار مکنید که هر کس آنها را اکراه به زنا کند خدا در حق آنها که مجبور بودند آمرزنده و مهربان است. همانا ما برای هدایت و سعادت شما آیاتی روشن نازل گردانیدیم و داستانی از آنان که پیش از شما درگذشتند برای عبرت خلق و موعظه برای اهل تقوا فرستادیم.